احتمال رفع شدن محدودیت مرزهای زمینی با پاکستان. کودکان دچار سوی تغذیه در افغانستان نیازمند کمک های فوری اند. نشست اولین هواپیمای پاکستان پس از خروج آمریکا در فرودگاه کابل. کره شمالی آمریکا را به جنایت علیه حقوق بشر در افغانستان متهم کرد. طالبان باغبان خانه عبدالله عبدالله را در پنجشیر تیرباران کردند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. طالبان میگویند محدودیت مرزهای زمینی با پاکستان به زودی رفع خواهد شد. سخنگوی طالبان تعهد نموده است که مقامات دولت جدید افغانستان به زودی محدودیت های مرزی با پاکستان را حل و فصل خواهند کرد. به گزارش سپوتنیک حدود 4 هفته است که دولت پاکستان روی گذرگاه های زمینی خود با افغانستان محدودیت های شدیدی وضع کرده است. در پی تسلط طالبان بر کابل هزاران تن تلاش کردند که از طریق زمین و هوا افغانستان را ترک کنند. جمع بزرگی از این افراد تلاش کردند که از طریق مرزهای زمینی وارد پاکستان شوند. در اولین روزها پس از سقوط کابل یک تعداد با آسانی وارد پاکستان شدند، اما در حال حاضر رفت آمد برای کسانی که حتی سند قانونی سفر به پاکستان را هم دارند و دلیل تراکم هزاران نفر در اطراف مرز مشکل شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این مشکلات را میپذیرد و میگوید در این اواخر مشکلات هموطنان ما در مرز چمن و تورخم زیاد شده است. ما بارها از دولت پاکستان تقاضا کرده ایم که دروازه های خود را بسته نکند. مهاجران بروند، مریضان بروند، رفت آمد بین دو کشور عادی باشد. وی می افزاید که پاکستان نگران امنیت خود است و به همین دلیل بر مرزهای خود محدودیت وضع کرده است. به قول این مقام طالبان، پاکستان نگران است افراد گروه داعش که از زندانهای افغانستان رها شدند وارد این کشور شوند. سخنگوی طالبان می گوید که آنان به دولت پاکستان گفتند که مسافران را از لحاظ امنیتی بررسی کنند، اما با آنان اجازه ورود به خاکشان را بدهند. ذبیح‌الله مجاهد ابراز امیدواری کرد که به زودی این محدودیت ها از مرز مشترک دو کشور برداشته شود و ای تاکید کرد یک تراکم عمده هموطنان ما در بندر تورخم و چمن به وجود آمده است، اما هیچ گونه استفاده از خاک ما بر ضد پاکستان نخواهد شد. با این حال دیده می شود که محدودیت ها از این گذرگاه چه وقت برداشته می شود. کودکان دچار سوی تغذیه در افغانستان نیازمند کمک های فوری اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته تا برای رسیدگی به کودکان در معرض سوی تغذیه در افغانستان کمک مالی فوری کنند. یونیسف امروز دوشنبه 22 سنبله گفته است که بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر جدی سوی تغذیه قرار دارند و نیاز است برای رسیدگی به این کودکان کمک های فوری صورت بگیرد. یونیسف افزوده است ما امروز از جامعه بین المللی و سخاوت آنان برای کودکان در افغانستان درخواست می کنیم. این در حالی است که سازمان ملل متحد امروز دوشنبه 22 استانبوله نشستی را با منظور جمع آوری بیش از 600 میلیون دلار کمک بشردوستانه برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان برگزار می کند. مقامات سازمان ملل و گروه های امدادی هشدار می دهند که این رقم به دلیل خشکسالی و کمبود پول و غذا در حال افزایش است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که قرار است حدود 1/3 از 606 میلیون دلار مورد نیاز توسط برنامه جهانی غذا مورد استفاده قرار گیرد. سازمان ملل گفته است که حتی قبل از تصرف کابل توسط طالبان در ماه گذشته نیمه از جمعیت کشور یعنی 18 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه وابسته بودند. نشست اولین هواپیمای پاکستان پس از خروج آمریکا در فرودگاه کابل. نشست اولین هواپیمای تجارتی پاکستان پس از خروج نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل
انجام شد. با گزارش اسپوتنیک و نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، اولین پرواز تجاری خطوط هوایی پاکستان پس از خروج نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل انجام شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این هواپیما حدود 10 تن را به کابل منتقل کرد. این در حالی است که پیش از این سخنگوی شرکت هواپیمایی دولتی پاکستان PIA به خبرگزاری فرانسه گفته بود که ما همه مجوزهای تکنیکی برای پروازها را به دست آورده ایم. اولین پرواز قرار است روز دوشنبه 13 آگوست 2021 از اسلام آباد پایتخت پاکستان انجام شود. با خروج نیروهای آمریکایی در پایان ماه آگوست پروازهای تخلیه از کابل که پس از به قدرت رسیدن طالبان آغاز شده بود متوقف شد. حدود 123 هزار نفر توانستند در جریان چند هفته از طریق هواپیماهای بین‌المللی از افغانستان خارج شوند، اما به هیچ وجه همه خارجی هایی که مایل به خروج از کشور هستند و همه افغان هایی که به عنوان مثال به دلیل همکاری با نیروهای مسلح غربی تهدید می شوند هنوز از افغانستان انتقال نیافتند. در این حال کره شمالی در اعلامیه جنگ آمریکا در افغانستان را جنایت علیه حقوق بشرخوان و نظامیان آمریکایی را به ارتکاب جنایت کشتار جمعی علیه مردم بیگانه این کشور متهم کرد. کره شمالی با انتشار بیانیه در وبسایت وزارت امور خارجه آن کشور تحت عنوان آمریکا بابت جنایت حقوق بشری خود به هر بهایی باید محاکمه شود، تأکید کرد که پرواز شتاب زده نیروهای آمریکایی پایان ناگهانی دو دهه مبارزه با تروریسم واشنگتن در افغانستان را رقم زد. و در پایان، منبع: طالبان باغبان خانه عبدالله عبدالله را در پنجشیر تیرباران کردند. یک منبع به اسپوتنیک افغانستان که نخواست نامش افشا شود میگوید که گروه طالبان در ولایت پنجشیر باغبان خانه دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی را همراه با خانواده اش تیرباران کردند. تا کنون دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و گروه طالبان در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و بهروز و سرفراز باشید.